برنامه‌ای که مشاهده می‌کنید توسط سازمان ایلام تهیه شده و مسئولیت تمامی محتوای آن به عهده این مؤسسه می‌باشد. سعی کردم که فقط بشینم روزها ساعتها بشینم گریه کنم و خودم برای خودم قصه بخورم، چون نمیتونستم برای کسی حرف بزنم. سلام دوستان عزیز، خیلی خوشحال هستیم که با برنامه جدیدی از برنامه‌های شفای شکست دلان بار دیگر مهمان منزل شما عزیزان هستیم. امروز عزیزان داستان خانم معصومه رو با هم دیگه می‌بینیم که خداوند چقدر عالی زندگی این شخص رو عوض می‌کنه و تمامی اون احساس‌های تنهایی که داشت با حضور پر از مهر و محبتش خداوند پر می‌گردونه. ما می‌خوایم از شما عزیزان دعوت کنیم که در این برنامه با ما همراه باشید. من در یه خانواده نسبتا مذهبی به دنیا اومدم و خانواده که محبت در اون واقعا به همدیگه محبت میکردیم و در اون عشق و دوستی و محبت بود و من عاشقان پدرم و مادرم رو خیلی دوست داشتم و روابط خوبی با خواهر برادرم داشتم. زمانی که من 17 سالم بود همسرم به خواستگاری من اومد و من جواب مثبت دادم. دوران عقد خوبی با هم داشتیم و شوهرم خیلی محبت داشت و خیلی با من مهربون بود و اون محبتی که واقعا پدرم به من میکرد درون شوهرم میدیدم این محبت رو. بعد از یک سال که از زندگی مشترکمون میگذشت متوجه شدم که شوهرم به مواد مخدر اعتیاد داره. وقتی که متوجه شدم دنیا رو دیگه پوچ میدیدم، یعنی خیلی برام سخت بود چون من توی خانوادم کسی اعتیاد نداشت، حتی پدر برادرم. خانواده بود که سیگارم حتی نمی کشیدن و برای من خیلی سخت بود که بفهمم شوهرم اعتیاد داره. دیگه دنیا رو تیره و تار می دیدم، غمگین شده بودم، افسرده شده بودم، منزوی شده بودم و نمی دونستم چیکار کنم و چون خانوادم رو خیلی دوست داشتم نمی خواستم اونها بفهمن، درگیر این قضیه بشن، چون می دونستم قصه می خورن و سعی می کردم با این قضیه کنار بیام. یعنی فکر میکردم مثلا روزی تموم میشه یا اگه باهاش صحبت کنم میتونه کنار بذاره. اما این گذشت تا سال دوم ازدواجم من باردار شدم و دخترم به دنیا آمد. وقتی دخترم به دنیا آمد دیگه واقعا نمیدونستم چه کار کنم. من وقتی همسر من بیرون بود تا زمانی که سر کار بود وقتی هم که با دوستاش بود وقتشو با دوستاش میگذشت کمتر به خونه می اومد. وقتی هم می اومد خب مسلماً خواب بود و اون توقعاتی که من ازش داشتم با هم بیرون بریم با هم وقت داشته باشیم هیچ کدوم از اینا رو من نداشتم و همیشه احساس تنهایی می کردم و این تنهاییامو همیشه توی خلوت با گریه پر می کردم و سعی می کردم که فقط بشینم روزها ساعتها بشینم گریه کنم و خودم برای خودم قصه بخورم، چون نمیتونستم برای کسی حرف بزنم و این حرف نزدن ها باعث می شد که درون من به هم بریزه، من افسرده بشم، منزوی بشم. فکر می کردم مثلا اضافه هستم تو این دنیا، اما بازم به خاطر دخترم سعی می کردم تحمل کنم، نمی ذاشتم که مثلا نمی خواستم این استرس ها به اون وارد بشه. برای همین اینا رو فقط درون خودم حل می کردم و من این سالها رو در پی داشتم می گذشت. این سالها تا روزی که فهمیدم پدرم از دنیا رفت. وقتی که پدرم از دنیا رفت واقعا دیگه خورد شدم، واقعا اون احساس شکستن درونم رو احساس کردم، چون احساس میکردم فقط پشت و پناهم پدرمه و وقتی اون هم از دنیا رفت دنیا رو واقعا پوچ و خالی میدیدم و خیلی زندگی صد برابر برای من سخت‌تر شد. پدرم نمیدونست که این مسئله رو شوهرم داره و همیشه سعی میکردم با پدرم صحبت کنم، همیشه خودم رو شاد جلوی پدرم ظاهر کنم، چون
پدرم واقعا غصه میخورد اگه میفهمید، چون پدرم خیلی به خانوادش عشق میورزید و دوست نداشت هیچ وقت ما در ناراحتی باشیم. همیشه زندگیمون خیلی عالی براش توصیف کرده بودم برای پدرم، اما وقتی که پدرم هم از دنیا رفت واقعا من خورد شدم، واقعا شکستم و مدت ها بعد از فوت پدرم من دارو استفاده میکردم، افسردگی شدید گرفته بودم، خیلی خیلی بیشتر احساس تنهایی میکردم و این مسئله گذشت تا هنوزم همین شوهرم همین رویه رو داشت و همین مراحل زندگیم طی میشد. من با خدا صحبت میکردم اما احساس میکردم خدا خیلی از من دوره، هیچ وقت حرفای منو نمیشنوه، چون ما با یک شریعتی بزرگ شدیم که همیشه واسطه قرار میدادیم، همیشه مثلا اون پیامبرانی که به ما میگفتن همیشه اونا رو واسطه قرار میدادیم برای اینکه با خدا صحبت کنیم، هیچ وقت با خدا مستقیم صحبت نمیکردیم. من خودم اینجوری احساس میکردم که خدا خیلی دوره و واقعا عدالت خدا برقرار نیست که بعضی از انسان ها بخوان اینقدر زجر بکشن. خیلی وقتا میشد امیدم از دست میدادم، خیلی وقتا میشد که احساس میکردم شاید اصلا خدایی نباشه که وقتی صدای ما رو نمیشنوه، وقتی زندگی من چند سال اینجوری، بعدم پدرم اینجوری فوت کرد، احساس میکردم واقعا خدا داره ظلم میکنه. دوستان عزیز، با هم قسمتی از زندگی خانم معصومه رو دیدیم و متوجه شدیم که چقدر ایشون تو زندگیش رنج می‌برد، چقدر غم و غصه داشت تو زندگیش به خاطر موضوع اعتیاد شوهرش. و این موضوع واقعا باعث شده بود که به مرور ایشون افسرده بشه. دقیقاً، ولی همونطور که خودش هم گفت تو سن خیلی نوجوانی، در واقع جوانی 17 سال و اینها، ازدواج میکنه با هزار تا امید و آرزو. ولی وقتی متوجه میشه که شوهرش اعتیاد داره، اونی هم که از یه خانواده اومده بود که اصلا این چیزا رو ندیده بود، خیلی واقعاً یک شکستی میخوره، یک ضربه محکمی میخوره و مجبوره از خانواده‌اش، پدرش و بقیه پنهان بکنه، مخفی کنه. آره. من فکر میکنم فقط این موضوع خانم معصومه نیست، خیلی از خانواده های ایرانی هستن به خاطر اون حجب و حیا، به خاطر اون فرهنگی که در واقع جامعه ما هستش، به خاطر اینکه دیگران نفهمن این رو مخفی میکنن و چقدر درد و درون خودشون میریزن و این به مرور ضربه های خیلی خیلی زیادی میزنه به شخص. دقیقاً، چون وقتی آدم نتونه حرف دلش رو با کسی در میون بذاره، وقتی تو خودش مدام بریزه، هم احساس تنهایی میکنه، هم خیلی منزوی میشه، هم احساس طرد شدگی میکنه و اون اعتماد به نفسی که داره ضربه میبینه و یه لحظه یه زمانی هست که به خودش، شخص به خودش میبینه که چی شد زندگی من، همش تو خودم هستم، همش گریه میکنم، جلوی دیگران دارم فیلم بازی میکنم، ولی از درون انگار فرد داره خورد و خوردتر میشه. ولی ما میخواییم که امروز اون خبر خوب رو به مردم عزیزمون بدیم و بگیم که دوستان عزیز، شما شاید توی شرایط خیلی خیلی اسفباری هستید، از نظر روحی، از نظر عاطفی واقعا خورد شدید و شاید به خاطر مسائل مختلف، حالا شاید همسرتون معتاد نباشه ولی مسائل دیگه ای باشه، سردی در خانواده باشه، اون در واقع اون گرما و عشق و محبتی که توی خانواده باید باشه شاید متاسفانه نیست. خبر خوب ما اینه که واقعا خدا با تمام اون عظمتش، با تمام اون بزرگیش، با تمام اون جلالش شما رو فراموش نکرده و خدا به فکر شما هستش. ما تو زندگی خانم معصومه ما هنوز قسمتی شو دیدیم، بعدا قسمت‌های دیگه‌ای رو خواهیم دید. ولی می‌خوایم به شما بگیم دوستان که این برنامه رو تا آخر با ما نگاه کنید و ببینید که چه اتفاقاتی میفته. ما بازم در خدمت دوستان خواهیم بود، درسته؟ حتما در آخر برنامه حتما دعا میکنیم، پرستش میکنیم خدا رو و میخوام واقعا اینو بهتون بگم عزیزان، اگر تو زندگیتون مشکلاتی دارید، اگر طوفانهای تو زندگیتون هست، نگران نباشید، ناامید نباشید، فکر نکنید که این طوفان ها میتونه زندگی شما رو کاملا عوض بکنه و نابود بکنه. یک امیدی اینجا هست. بله، و عزیزان در ادامه برنامه با ما باشید، ببینید که خداوند امروز میخواد توی زندگی شما چقدر نیکو عمل بکنه. دوستان عزیز، شما زندگیتون در چه شرایطی؟ آیا شما تو زندگیتون غم و غصه میخورید؟ آیا به خاطر مسائلی که توی زندگیتون هست فکر میکنید که دیگران شما رو ترک کردن و تنها موندید؟ فکر میکنید که واقعا اونقدر غم و غصه زندگی شما زیاده که هیچ کس نمیتونه شما رو درک کنه؟
امروز ما برای شما این خبر خوشو داریم که خداوند به فکر شما هستش. حقیقتاً خدای پرمهر و محبت حاضر نیست که ببینه که حتی یکی از انسان‌ها داره غم و غصه می‌خوره و زیر بارهای گران هستش. بله. و خدا اومده که دست در واقع تمام کسایی که در این وضعیت هستن بگیره. ما می‌بینیم که عیسی مسیح چقدر زیبا وقتی که در میان جمعیت راه می‌رفت، کسانی که نیازمند بودن، کسایی که دردمند بودن، به کنار اونها می‌رفت، نزدیک اونها می‌شد و به اونها امید می‌بخشید، اونها را شفا می‌بخشید، اونهایی که شاید سال‌های سال از اون مریضی، از اون ناراحتی رنج می‌بردن. امروز قادر خداوند همین کارو بازم بکنه. دقیقاً، خدا رو شکر به خاطر کار عظیم خداوند. همونطور که وعده داده، گفته که من فوق از تحمل شما به شما مشکلات نمیدم. دوست عزیز، اگه زندگیتون پر از مشکلاته و فکر می‌کنید که نمیتونید از این مشکلات با پیروزی بیرون بیاید، وعده خدا امروز برای شما این هستش که فوق از تحمل به شما داده نخواهد شد. و اگر مشکلاتی هست، اول از همه خدا قوتش رو میده که بتونیم تحمل بکنیم، و دوم این که اگر در هدایت خداوند بتونیم قدم برداریم و تحت هدایت روح القدس، از اون مشکلات بر طبق اراده خدا در زندگی ما برداشته میشه و خدا اون آمادگی رو به ما میده. اگه مشکلاتی هست، خدا اون آمادگی رو به ما میده تا بتونیم با اون مشکلات مقابله کنیم. آمین. آمین. شاید شما روتون نمیشه حتی مشکلاتتون رو با بعضی از دوستان در میون بذارید، و شاید حتی روتون نمیشه به خود خدا بگید، ولی میتونید به حضور او امروز اشکاتون رو بیارید و بگید که خدایا، من مدت هاست اشک ریختم، مدت هاست که غم خوردم برای این موضوع، تو از درون قلب من آگاهی. امروز من از این برنامه شنیدم که عیسی مسیح میتونه وارد قلب من بشه و تمام اون دردهای من و زخمهای قلبی من رو شفا بده. امروز به حضور این خدای پرمهر و محبت، این خدای قدوس، این مسیح پر از مهر و محبت بیا و بگو مسیح جان، تو به من کمک کن. همینطور که خداوند کمک کرد به خیلی از دوستان عزیزی که ما تو برنامه‌های مختلف داستان‌هاشون رو شنیدیم، همینطور که بعداً خواهیم شنید که خدا چه کار عظیمی تو زندگی معصومه و شوهرش انجام میده. بله، همون با همون قوت و حتی مضاعف خدا میتونه تو زندگی شما دوست عزیز عمل بکنه. آمی. و این رو فراموش نکنید که خداوند دوستتون داره و درکتون میکنه. بعضی وقتا میگیم حالا خدا که اون بالا نشسته نمیتونه ببینه و درک بکنه ما انسان‌ها داریم تو چه سختی هستیم. دوستان عزیز، این عمل خدا نیست. عیسی مسیح انسان شد، پس ما رو درک میکنه، احساسات ما رو درک میکنه. اون قصه خورد، اشک ریخت و میتونه کامل وجود ما رو درک بکنه و ما این قوت رو میده. پس میخواییم که شما رو تشویق کنیم در ادامه برنامه با ما همراه باشید. من همینطور به دعام ادامه میدادم که واقعا این مسئله از زندگی من برداشته بشه، چون زندگیمو دوست داشتم و دارم. یک روز توی تولد بودیم و یک خانم به من یک هدیه، یک بسته داد، گفت که من دعا کردم تو دعوت شدی. وقتی اومدم اون بسته رو باز کردم، دیدم که انجیله. اولش خیلی ترسیدم، میترسیدم انجیل رو بگیرم، اما گرفتم و گذاشتم کنار، نخوندم. وقتی اون شخص در مورد عیسی مسیح با من صحبت میکرد، به من گفت که بخون انجیل رو، سعی کن شروع کنی بخوندن، ببین توی انجیل چی نوشته شده. میخوندم اما متوجه نمیشدم که واقعا چی هست. یک روز این شخص به من گفت بیا این مشکل تو واقعا با عیسی مسیح در میون بذار. بگوی عیسی مسیح، اگر واقعا تو زندگی منو میبینی، از درون من خبر داری، این مشکل منو بردار. و ما یه بالکن جلوی خونمون بود، یک شب رفتم تو اون بالکن دعا کردم، قلبا از عیسی مسیح خواستم که این مشکل منو برداره، و گفتم واقعا اگه هستی مشکل من بردار، من به تو ایمان میارم و تمام ترس های منو بریز، این استرسی که دارم از من بردار. و وقتی دعا میکردم تو اون بالکن، یه احساس خیلی خوب و احساس سبکی داشتم. و به مدت 2 روز بعد از این دعای من، به مدت 1 هفته شوهر من خوب شد، بدون که دکتر بره، بدون که بیمارستان بره، تو خونه شوهر من شفا پیدا کرد و کاملا اعتیادش برداشته شد.
اون شخص با شوهر منم در مورد عیسی مسیح صحبت کرده بود. هم من دعا میکردم، هم خود شوهرم چون میخواست، خسته شده بود از این مسئله، خودش نمیخواست اینجوری دیگه ادامه بده و خودش هم دعا کرده بود، من هم دعا کرده بودم، بیشتر خودش میخواست که این قضیه ازش برداشته بشه. و وقتی بر من تعریف کرد، گفت که منم از عیسی مسیح خواستم این مسئله رو ازم برداره، یه روز اومد به من گفت که نمیخوام دیگه ادامه بدم، میخوام این مسئله رو کنار بذارم. گفتم احتیاج به بیمارستان، احتیاج به گفت نه احتیاج به هیچی ندارم، میخوام تو همین خونه کنارش بذارم، اگه بتونم، اگه واقعا به این قوت رو بده، میخوام همینجا کنار بذارم. و همین شد که یک هفته به محل کارش نرفت و توی خونه استراحت کرد و درست درد داشت، سختی داشت، خودم در کنارش بودم، نمیذاشتم که خیلی سختی کشید توی این یه هفته، نمیگم که بدون هیچی بود، خیلی سختی کشید، خیلی درد کشید، شبا اصلا نمیخوابید، اما بدون چیزی، بدون که دکتر بره یا مثلا درمان بشه بیرون از خونه، توی خونه اعتیادش رو ترک کرد. خب من چون هنوز زیاد با این قضیه واقعا هنوز خودم رو روبرو نکرده بودم، فقط دعا کرده بودم، اما ته دلم هنوز شک بود، هنوز اون اعتماد کامل نبود که بگم واقعا اعتماد دارم که این مسئله برداشته میشه. فکر میکردم مثلا حالا خودش تصمیم گرفته، شاید به یه نتیجه هم نرسه، واقعا یه مدت باشه و بعدم دوباره به این مسئله برگرده. اما خیلی میگم خیلی دوران سختی بود، این یک هفته اندازه چندین سال به من گذشت، چون واقعا هم خودم هم خودش سختی زیادی کشید تو این یه هفته. اما واقعا بعدش خیلی برای من جالب بود، بعدش واقعا فهمیدم که نه، این امید و این اعتماد واقعا چندین برابر شد، اون شکا برداشته شد و واقعا فهمیدم که نه، عیسی مسیح زنده است. بله، بعد از که تریاکش رو کنار گذاشت، خب سیگار رو میکشید، اما بازم من هنوزم شک داشتم، هنوزم نمیتونستم اعتماد کنم که واقعا این مسئله تموم شده. اما تا ما به یه جایی مهاجرت کردیم، اونجا اسکان پیدا کردیم، اون تو دعایی که میکردم و وارد کلیسا شدم، واقعا اون سیگارش هم کنار گذاشت. خب من یه مقداری توی بخشش خیلی دیر میبخشیدم، به خاطر گذشته‌ای که داشتم، عدم بخشش داشتم، نمیتونستم کسی که من اذیت میکرده توی این چندین سال، نه که اذیت با کتک و اینا، نه اذیت نمیکرده، اما از لحاظ روحی من اذیت میشدم و کسایی که مثلا بهم حرف میزدن واقعا زخمی میشدم ازشون، نمیتونستم ببخشمشون. اما واقعا الان اونایی که من اذیت میکردن یا حرفی میزدن دل منو میشکستن، الان براشون در دعا میستم و براشون دعا میکنم و واقعا این فیض عیسی مسیحه که قلب منو شفا داده. و همچنین روابطم با شوهرمو دوست داشتم، اما نمیتونستم ببخشمش، فکر میکردم این چند ساله خیلی به من ضربه زد از لحاظ روحی، اما واقعا الان همین حالا هم برای شوهرم دعا میکنم که واقعا خدا بهش قوت بده و بیسته. واقعا آدم باید توکل داشته باشه، ایمان داشته باشه که خدای ما یک خدای مرده نیست، بلکه یک خدای زنده است. و واقعا این ایمان قلبی منه که تک تک شما اگه واقعا ایمان داشته باشین به عیسی مسیح، عیسی مسیح مشکلات شما رو بر میداره و اون آرامش، اون محبت خودش رو به شما میده. من یک دختر نمیگم خیلی شاد بودم، اما توی جوی بودم که واقعا محبت زیاد بود، ما هیچ وقت غم و غصه و این چیزا نداشتیم. وقتی ازدواج کردم این شادی از من گرفته شد، همیشه غصه میخوردم، غم میخوردم، اما حالا نه، این شادی رو دوباره گرفتم، اون هم به فیض عیسی مسیح، واقعا به خاطر اینکه چند بار من ملاقات کردم توی کلیسا، واقعا وقتی دعا میکردم اون آرامش، اون شادی، اون محبت که به من بده واقعا داد. خدا رو شکر عزیزان، به خاطر کار عظیم و پرجلال خداوند توی زندگی خواهرم معصومه و توی زندگی شوهرشون دیدیم که چقدر عالی این اعتیاد رو خداوند از زندگی شوهر ایشون برداشت.
با اینکه همطور که خودشون میگن این کار راحتی نبود، یک هفته توی خونه با درد ولی با دعا و میدونست خدا برکتش میده، قوتش میده. دقیقاً میگفت هر روز انگار یک سال گذشته بود برای من، ولی خدا رو شکر که خدا در آخر اون جلال خودش تو زندگیشون آشکار کرد و کاملا از اعتیاد آزاد شد. من داستان خیلی از دوستان رو شنیدم که میگن که وقتی که خدا تو زندگی من شروع کرد به کار کردن، حالا از چه از اعتیاد چه از مسائل دیگه که آزاد کرد، این فقط نبود که یه دفعه معجزه بشه و همه چیز همون لحظه خوب بشه. بعضی از دوستان اینطور بوده، ولی بعضی ها رو مثل این که با همکاری خود اون اشخاص، یعنی همکاری خدا، اون تشویقی که خدا میکنه، اون استقامتی که خدا میده و همکاری که در واقع اون تصمیمی که اون شخص گرفته، مثل شوهر خانم معصومه که تصمیم گرفته بود واقعا از این موضوع آزاد بشه و دست پرقدرت خدا رو در زم تو زندگیش میدید. دقیقاً و همچنین میگه با اینکه سخت بود ولی خدا قوتش رو داد. اینجا عزیزان یک امید، یک پیام خداوند برای شما هست. اگر در مشکلات هستید و سخته، اگر اعتیاد دارید و میخواید آزاد بشید، میدونید کار راحتی نیست. یا اگر اسارت‌های دیگه‌ای دارید که یک شبه نمیشه اونها رو گذاشت کنار، چون که بعضی چیزا شاید حالا احتیاج به زمان داره، ولی اگر هر چقدر هم سخت باشه، وقتی قوت خدا باشه، وقتی مثل خدا باشه، خدا این قوتش رو به شما میده. با اینکه سخته ولی خدا این قوت رو میده تا آزاد بشیم عزیزان. و ناامید نشید، اگر بارها تلاش کردید نشده، این بار با قوت خداوند عیسی مسیح تلاش بکنید و ایمان دارم، مطمئنم که خدا عمل میکنه و زندگی شما رو دگرگون میکنه. آمین آمین. واقعا خدا رو شکر برای این خدایی که اینطور با عشق و محبت، با شور و شوق، حتی وقتی که ما تو درد هستیم اون با ما عشق میریزه. و خدا رو شکر که ولی کار خدا عالی و بی‌نظیره. خب دوستان، ما بعد از چند لحظه با شما دعا خواهیم کرد، با شما پرستش خواهیم کرد و مشکلات خودمون رو، مسائل خودمون رو به حضور خدا بلند خواهیم کرد و این خدایی که زندگی معصومه و شوهرش رو اینطور شادمان و تبدیل کرد، قادره که زندگی شما رو هم تبدیل کنه. پس با ما در ادامه همراه باشید. خدا شکر عزیزان که دیگه ما برده گناه نیستیم، همونطور که توی کتاب مقدس گفته خدا این قوت رو به ما داده که در مقابل گناه بتونیم بایستیم و این مس و قوت رو امروز به طور مضاعف می‌خوایم خداوند به تک تکمون ببخشه. پس در این دعا پرستش با ما باشید. می‌آیم تا در حضور تو بینم رویت رو به رو، میآیم تا در حضور تو بینم رویت رو به رو، زانو زنم در حضورت فیضت را میطلبم، زانو زنم در حضورت فیضت را میطلبم. قدوس، خدای قدوس، خدای پر از مهر و محبت، با تمام قلبمون تو رو ستایش میکنیم، در حضور تو زانو میزنیم. خدای قدوس، طالب روی ماه تو هستیم ای خداوند، طالب روی زیبای تو هستیم ای خدای قدوس. خداوند دعا میکنم امروز این عزیزان، برادران و خواهرانی که الان خداوند جلوی این تلویزیون نشستن و الان این برنامه رو نگاه میکنن، حضور خودتو امروز خداوند بر قلب این عزیزان بریز، بر خونه‌شون بریز ای خداوند. قلب‌های شکسته‌شون رو که تو می‌بینی ای خداوند، وارد قلب‌هاشون بشو ای خداوند، شفاشون بده ای خداوند، از تمام اون زخم‌ها، از تمام اون درد‌ها ای خدای قدوس. دعا می‌کنم که امروز خدای حقیقی رو بشناسن که تو ای خداوند چطور خداوند این عزیزان رو دوست داری، تو اینها رو فراموش نکردی ای خدای قدوس. دعا می‌کنم که امروز ای مسیح تو وارد قلب این عزیزان بشی و زندگیشون رو دگرگون کنی ای قدوس، ای قدوس، جلال بر نام تو ای خداوند. بله خداوند، تو قدوسی، تو قادری و تمامی جلال از آن توست ای خداوند عزیز. عزیزان رو یک بار دیگه به حضور مقدس تو بلند میکنم، عزیزانی که دلهاشون شکسته است و نزد تو اومدن که تو مددکارشون باشی. خداوند عزیزم، به نام مسیح خداوند ازت میطلبم که قوتت رو خداوندا، مسحت رو خداوندا و اون خداوند آمادگی در مقابل گناه رو، اون مقاومت رو خداوندا به طور موضوع
مضاعف به این عزیزان عطا بکنی تا خداوند واقعا بتونیم در اسارتهایی که توی زندگیمون ما رو در بر گرفته به نام عیسی مسیح با قوت تو با پیروزی تو بتونیم در بیایم و جلال نام تو رو تو زندگیمون آشکار بکنیم. شکرت میکنم و دعام به حضور مقدست بلند میکنم. آمین ای خداوند. آمین. قدوس قادر پر جلال خداوند، قدوس قادر پر جلال خداوند، قدوس قدوس تنها توی قدوس، قدوس قدوس ای عیسی تنها توی قدوس، ای عیسی تنها توی قدوس، ای عیسی تنها توی قدوس. آمین. شکر دوستان، ما ایمان داریم با تمام قلبمون، این دعایی که به حضور خدا آوردیم خداوند شنید، خداوند عاشق شماست، خداوند کنار در قلب کسایی که قلبشون شکسته و در قلبتون رو میکوبه و میخواد وارد زندگیتون بشه، دعا میکنیم که و دعا کردیم، آرزو میکنیم که ثمرات این دعا رو تو زندگی دوستانمون ببینیم. واقعا خدا رو شکر عزیزان به خاطر کار عظیم خدا امروز تو زندگی شما، تو زندگی تک تک شمایی که قلب خودتو امروز به سوی عیسی مسیح خداوند باز کردی. خدا شکر به خاطر که کار عیسی مسیح بر روی صلیب چون تمامی گناهان ما رو برداشت و کفاره گناهان ما رو پرداخت کرد که الان ما محض فیضش نجات پیدا بکنیم و شکر میکنم به خاطر این نجات که تو زندگی شما بیننده عزیز امروز آشکار شد و خدا به شما بخشید. شکر. دوستان ما ایمان داریم که خداوند خیلی کارهای عظیمی تو زندگی شما خواهد کرد و خیلی خوشحال میشیم که بشنویم از شما. بله، اگر مایل باشید میتونید با شماره تلفن 2044-1483-410-933 با ما تماس بگیرید، شماره تلفنتون هم بذارید، ما حتما باهاتون تماس میگیریم، یا اینکه با آدرس ایمیل tv@kalame.com برای ما ایمیل بفرستید. شکر. خداوند عاشق شماست، عیسی مسیح شما رو دوست داره عزیزان و میخواد که زندگیتون رو متبدل بگردونه. خداوند یار و نگهدارتون تا برنامه آینده. خدا نگهدارتون باشه و جلال خدا باشه که هر روز تو زندگیتون نمایان بشه. آمین.